این ترهیس از رصدخانه مراغه در سال 657 قمری، سازمانی علمی که به همت خواجه نصیرالدین طوسی بنیاد گذاشته شد و سرآمدان ستاره شناسی زمان را به خود جلب کرد. حالا قرنها پس از دوران خواجه نصیر، جامعه علمی ایران در کش و قوس ساخت یک رصدخانه ملی است. 13 سال برای تکمیل بزرگترین طرح علمی ایران، محصولی که هنوز قابل استفاده نیست. ستاره شناسان ایران نگرانند که آنچه پس از 13 سال از آن رونمایی می شود بی مصرف و جهان سومی باشد. در میان تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران که سرعت بعضی از آنها خیره کننده است، مهمترین طرح علمی کشور چنان کند پیش می رود که گویی متوقف مانده. ترکیه در همسایگی ایران دست به کار ساخت رصدخانه مشابه زده، رصدخانه آناتولی شرقی. انتظار می رود این رصدخانه امسال به بهره برداری برسد، 6 سال پس از شروع ساخت. ایران و ترکیه در 4 دهه گذشته رقبای منطقه‌ای بودند، ولی اکنون این سوال برجسته شده که آیا ستاره شناسان ایران هم به دنبال گردشگران راهی کشور همسایه خواهند شد؟